افزایش جنگ توییتری مقامات پاکستانی و آمریکایی بر سر مذاکرات با طالبان، در حالی که روابط میان کابل و اسلام آباد به شدت تیره شده است. انتقادها میان مقامات آمریکایی و پاکستانی در رسانه‌های اجتماعی علیه یکدیگر در مورد صلح افغانستان نیز افزایش یافته است. به تازگی وزیر حقوق بشر پاکستان در واکنش به گفته‌های جان بس سفیر آمریکا در کابل که به گفته‌های عمران خان در مورد حکومت موقت در افغانستان واکنش نشان داده بود، در صفحه توییترش نوشته که سفیر آمریکا در کابل آدم کوچک و کودن است. او همچنان گفته که آقای بس در مورد کرکت و مسائل مربوط به افغانستان و منطقه آگاهی اندک دارد و این ناگاهی را نشانه استایل خلیلزاد و شرارت ترامپ دانسته است. در برنامه کنونی خط کابل به بررسی می‌گیریم که شدت انتقادها میان آمریکا و پاکستان چه تأثیر بر روند صلح در افغانستان خواهد گذاشت. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، و سخی محمدی، استاد دانشگاه، اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای اطمر، دیدگاه شما در مورد آن چه در این روزها میان مقامات آمریکایی، پاکستانی و همچنان مقامات در کابل جریان دارد چه است در مورد صلح در افغانستان؟ تشکر. سلام خدمت شما رازقیار صاحب، خدمت جناب استاد و همچنین بیننده های محترم. چیزی که قسمی که شما گفتین بسیار جلب توجه میکند در این روزا، جار جنجال های رسانه ایست که بین مقامات امریکایی و پاکستانی و همچنین مقامات افغانی و امریکایی و پاکستانی مچ میخوره. زیادتر ما فکر میکنم بیرون از عرف دیپلماسی است که یک صدر اعظم یک کشور برای یک کشور دیگه خود، برای کشور همسایه خود حکومت تعیین بکنه و یا تعیین تکلیف بکنه. به اصطلاح کشورهای همسایه همیشه مکلفیت دارند که در یک همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم مداخله که سیاست عدم انسلاک تقریبا افغانستان است و از بسیار سابق این مسئله را دولت های گذشته و دولت فعلی دنبال میکنه که در امور یکی دیگه مداخله باید صورت نگیره. و من فکر میکنم این را یا عمران خان تلویحا یک گپ گفته یا مستقیما خواسته که اینطور نشان بده که به اصطلاح بر افغان ها سفارش بده که شما طرز حکومت را چه قسم جور کرین، و این را به خودم شخصا یک مداخله سری گستاخانه میدارم. قسمی که من گفتم تمام مردم افغانستان، روشن فکر افغانستان و دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان در این قسمت عکس العمل نشان دادن. و این موقف دولت پاکستان که در همسایگی ما قرار داره بسیار به گوشه و کناره میبره نظر به روابط بین دولی که بین افغانستان و پاکستان موجود است. مسئله دیگه است که اکثرا بعضی وقت چنین بگوبگوها صورت میگیرند، ولی این بگوبگوها با معنای از این است که واقعا تغییرات شما در سیاست های امریکا و یا در سیاست های پاکستان میبینند. یعنی تاثیر نداره روی روند صلح؟ گمان نکنم، برای از اینکه اونا لاین استراتژیکشان جدا است. یکی مسائل است که در رسانه میبره و یا در تویتر میبره یا در فیسبوک میبره، مسئله جداگان است. ولی که لاین استراتژی پاکستان و لاین استراتژی امریکا چی است یک بحث جدا است. تشکر. حتما به شما برمیگردیم آقای محمدی. دیدگاه شما چی است؟ واقعا تنش میان مقامات حکومت افغانستان و پاکستان و همین گونه تنش میان مقامات پاکستان و امریکا بر روند صلح در افغانستان تاثیر نخواهد گذاشت؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت جناب اطمر صاحب، بیننده محترم تلویزیون. من فکر میکنم حالا پیشتر از اینکه ما بیایم تاثیر که این به اصطلاح گفتهای آقای عمران خان روی پروسه صلح در داخل افغانستان میتونه داشته باشه، من فکر میکنم خوبتر خواهد بود ما اگر اندازه بیم سر علل عوامل و انگیزه‌ای که باعث میشه عمران خان و یا پاکستانی‌ها بیاین موقفی از این قبیل را اتخاذ بکنن. ما یک اندازه بپردازیم. پاکستان در طول چند دهه اخیر یکی از تاثیرگذارترین کشورها روی جریان‌های سیاسی در داخل افغانستان بوده و من فکر می‌کنم اخیراً
به نحوی به نظر میرسه که خب و جنگ در داخل افغانستان تا یک حد بسیار زیاد به اصطلاح تامین کننده منافع پاکستانی بود، حداقل پاکستانی ها چنین تصور میکردن که جنگ در داخل افغانستان میتونه که تامین بکنه به اصطلاح منافعشان را، خصوصا جریان های نظامی را که در داخل پاکستان اکثرا قدرت را در اختیار داشتن. اما پروسه صلح من فکر میکنم یک اندازه دیگه پاکستانی ها او قدرت، صلابت و او به اصطلاح اشراف را که روی جریان های سیاسی و اوضاع سیاسی در داخل افغانستان دارن احساس میکنن که دیگه ای کنترل را و ای تأثیر گذاری را ندارن روی ای اصل. خب یعنی طالبا از کنترل پاکستان بیرون شده دیگه؟ من فکر میکنم که حداقل او کنترل و او اشراف را که در خب سالهای قبل پاکستانی ها روی طالبا داشتن الزامن دیگه او را ندارن. و دلیلش همین است که طالبا مستقیم با امریکایی ها وارد مذاکره هستن. شاید یک از دلایلش باشه. حداقل لغو اجلاسی که قرار بود، اجلاس به اصطلاح صلحی را که قرار بود در پاکستان برگزار شد، لغو شد. من فکر میکنم مصداق بر این مدعا است. ولی آقای عمران خان اون زمان چند روز پیش شما حتما شنیدین که مشخصا گفت که انتقادای حکومت افغانستان باعث شد که خود عمران خان قطع بکنه همین دیدار را، نخواهی که با طالبا ببینه. من فکر میکنم اگر قرار بر این بود که پاکستانی ها بیاین بر تقاضای حکومت افغانستان برای تامین صلح و برای عدم مداخله در داخل افغانستان لبیک بگویند و جواب بگویند، در طول دهه های متمادی و حکومت های متفاوتی که در داخل افغانستان بود همیشه متقاضی عدم مداخله پاکستانی ها خصوصا نظامیون و استخباراتش در داخل افغانستان بودن. اما نه تنهایی که ما شاهد کاهش مداخلات پاکستانی ها، حکومت پاکستان، نظامی ها و استخبارات پاکستان بودیم، بلکه از هر حربه و هر فرصت که یاد داشتن تانستن استفاده بکنن در جهت وخیم ساختن اوضاع در داخل افغانستان و در جهت تعقیب اهداف رکال یا در داخل افغانستان تعقیب میکنند. من فکر میکنم که این ادعای نزدیک به ثواب نیست. به هر ترتیبش من فکر میکنم با بالاخره عنوان کردن موضوعات از این قبیل توسط عمران خان و سیاسیون پاکستان چند هدف را دنبال میکنن. یک، به نوع حالا میخواین نشان بدن که هنوز با عنوان یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار روی جریان های سیاسی در داخل افغانستان یا اشراف دارن. دو، به نحوه حالا این پروسه را سبوتاج به دلیل از اینکه ادعای از این قبیل که بعضا باعث حالا شاید جنوبندی ها در داخل افغانستان شوه، میخوان یک نوع به اصطلاح التهاب سیاسی را در داخل افغانستان به وجود بیارن تا اینکه خب انمی پروسه را یک اندازه، پروسه صلح در داخل افغانستان را یک اندازه به تی و کن بسازن. و نهایتا هم بالاخره با عنوان کردن خب موضوعات از این قبیل میخوان یک چیزی رو به خورد رسانه بدن. پاکستان دیگه کشور منزوی نسبت به مسائل سیاسی در داخل افغانستان نیست و هنوز هم به عنوان یک کشور است که هر نوع به اصطلاح کنشش با واکنش های بسیار گسترده از این قبیل مواجه. آقای اتمر، دو تا گپ، یکی که واقعا پاکستان میخواد نشان بده که دیگه کشور منزوی نیست در قضایای مخصوصا با افغانستان که داره، و در پهلویش واقعا دیگه طالبا از کنترل پاکستانی ها بیرون شده، چیزی که آقای محمدی گفتن. چیزی که بسیار مهم است که شما بفهمید در محوری که پاکستان قرار داره، این محور منطقوی است. شما بفهمید که در این محور روسا شامل است، ایران شامل است، کشورهای عربی شامل است و پاکستان هم شامل است. پاکستانی ها از این محور منافع خود استفاده کردن. با اجازه که همین پاکستانی ها بودند که روابط بین طالبا و بین روسا را، روابط بین طالبا و ایرانی ها را اینا تسهیل کردن. ولی حالی که وقت رسیده که پاکستان میخواه که از او کار که کرده یک نتیجه و ثمره را بگیره، به این معناست که اینا کوشش میکنن کارت طالبا را قوی تر بسازه. ذهنیت هایی که یا مثلا پیشنهاداتی که یا طرحهایی که طالبا میتن، این طرح از طالبا نیست. این طرح
به وضوح معلوم میشه که طرح هست از حکومت پاکستان پس از کنترل پاکستانی ها بیرون نیستن. خب این آدم گفته نمیتونه که تا جای هم شاید چون رهبرهای طالبان در پاکستان زندگی میکنن و سفر کیلا میکنن با پاسپورت پاکستانی میکنن، عالمی کسایی که اینا از پاکستان به قطر میرن اینا با کدام پاسپورت سفر میکنن؟ خب گفته میشه که با پاسپورت افغانی میرن، گفته میشه که در می حکومت وحدت ملی اینطور شایعات وجود داره که برشان پاسپورت داده شده، حتی گفته میشه اینها پاسپورت های سیاسی دارن. خب اگر برزیلا پاسپورت داده باشه با فکر میکنم بزرگترین خطای سیاسی را حکومت افغانستان مرتکب شده. شما کسی را که اونا هنوز نامشان در لیست تروریست ها شامل است چطور به حاضر میشن که شما برز اونا پاسپورت سیاسی میتین؟ اونا باید اول باید اینجا بود تابعیت خود را تثبیت بکنن که اینا افغان هستن، بعد از شما بیتن برز اونا پاسپورت این، در حالی که اونا اصلا حکومت افغانستان را اصلا حاضر نیستن که کدیش مصافحه بکنه به اصطلاح دست بده. اگر این کار وزارت خارجه ما کرده باشه اشتباه تاریخی و حتی خطای تاریخی کردن. در غیر از بر صورت سرزی زیاد بحث نمی کنیم، ولی آل قطعه یا کارت به دست پاکستانی هاست. پاکستانی ها بخواه که با رکلام کردن طالبان با مقاصد اساسی خود که حضور قوی تر پاکستان در افغانستان است برسند و اینا کوشش میکنند که اول حکومت فعلی را ضعیف بسازند، حتی تا اینکه حکومت فعلی را نقض کنند به کلی. باز با حکومت دیگه یا چرا پیشنهاد میکنند حکومت موقت، وقتی که اینا پیشنهاد میکنند معنایش است که اینا برای حکومت یک بدیل میخواهند که تا با او حکومت اینا پیش برند. تشکر به شما، حتما برمیگردم. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای محمدی، خوب شما حرفای آقای اتمر را شنیدین، خوب هنوز هم طالبا در کنترل پاکستان است و حتی چیزی که اونها تقاضا میکنن تا جای گفته میتونیم که خواست پاکستانی ها است. در کناری وقتی میان کابل و اسلام آباد تنش بیشتر میشه، کابل سفیر خود از پاکستان میخواد به کابل، فکر میکنین چقدر این اقدام سنجیده بود از طرف حکومت وحدت ملی؟ من فکر میکنم پاکستانم تو که قبلا من گفتیم نسبت به حالا حداقل جریان صلح و جریان های سیاسی در کل در افغانستان به او تناسبی را که قبلا یا اشراف داشتن و کنترل داشتن امروز کنترل ندارن. مصداق بارزش حالا او به اصطلاح پیامی است که سفیر امریکا در افغانستان در درجه خود مانده، در تویترش مانده و یا هم او پیام به اصطلاح واکنش نه تنها حالا زیاد به اصطلاح متعارف ایرر که وزیر پاکستان نسبت به حالا پیام سفیر پاکستان داشته. مجموعی از این نشان میده که حداقل دیگه ایالات متحده امریکا به عنوان تاثیر به عنوان قدرت بزرگ در افغانستان از زاویه دید پاکستان به قضای افغانستان نمیبینه و این من فکر میکنم یک واقعیت مسلم هست. ولی به باور نیستین که اگر حالا پاکستان نخواهد با امریکایی ها به شکل درستش همکاری بکنه میتونه که به روند صلح افغانستان چالش ایجاد شود، مانی ایجاد کنه پاکستانی ها؟ من فکر میکنم بدون شک پاکستانی ها شاید یک اندازه بتونن روند صلح در داخل افغانستان رابطی بسازن، شاید بتونن یک اندازه اختلالات را در پروسه صلح یا ایجاد بکنن، ولی من فکر میکنم دیگه پاکستان او کشوری که بتانه هر از گایر که میخواه تغییر رژیم در داخل افغانستان به وجود بیاره و رژیمی را در داخل افغانستان به وجود بیاره که 100% تابع از او باشه، من فکر میکنم دیگه از او قدرت و او صلابت پاکستانی ها در داخل افغانستان برخوردار نیست. بس چی میگین این حرف را؟ شما گفته ها را دیدین وقتی آقای عمران خان میان یک حرف را میزنن و صلح افغانستان هم به این اندازه جدی است، حکومت وحدت ملی مقام های سیاسی حالا چون یک مداخله آشکار را نسبت به
قضایا در داخل افغانستان و قضی مانند حق تعیین تکلیف که حق مسلم مردم افغانستان است صورت گرفته بدون شک باید شما دولت مردم افغانستان بیان نسبت به عمران خان رم گفتین با کنش نشون شما گفتین اما... که عمران خان یا میخواد روند صلح را بتی بسازه یا حتی میخواد با چالش مواجه بسازه این روند را بازده ای گونه وضعیت فکر نمیکنین مقامات حکومتی حداقل باید یک کم آرام تر باشن خب بر ترتیب یک امر طبیعی است هر کنش یک واکنش را در قبال داره کنشی را که عمران خان در قالب پیامش نسبت به قضایای افغانستان آمد نشان داد بدون شک در حکم مداخله آشکار نسبت به یک کشور مستقل هست تشکر و واکنش هم نسبت به یک قضیه به تبع باید وجود داشته باشه و یک امر طبیعی است شما وقتی در سرنوشت و نسبت به یک کشور شما وقتی به شکل آشکار میایین به این شکل مداخله میکنین طبیعی است واکنش نسبت به او باید وجود داشته باشه اما بحث ما سر این است که پاکستان چقدر به اصطلاح اشراف داره نسبت به قضایای افغانستان از دید ما به اصطلاح عکس العمل های را که تا امروز صدر اعظم پاکستان و در کل دولت پاکستان نسبت به پروسه صلح در داخل افغانستان نشان دادن در حقیقت مستاق حالا یک نوع انزوای پاکستان به شکل نسبی نسبت به گذشته و یک نوع حالت دستپاچگی را دارد یک روز قبل میاد یک موضوع عنوان میکنه روز بعد باز میاد این را به شکل میخواد ترمیم بکنن و یا گویا که تعبیر غلط شده از صحبت های را که کاملا آشکار هست و این نشان میده که پاکستان دیگه الزاماً او اشراف را بر قضایای افغانستان نداره و دیگه حداقل ایالات متحده امریکا به قضایای افغانستان از زاویه دید پاکستان نمیبینه تشکر اوقات من خب وضعیت فکر نمیکنین که گونه دیگر است فکر نمیکنین که بازی از دست پاکستانی ها دیگه بیرون شده اونها در اصل کار حالا دخیل نیستن چون اظهارات از اینها ظاهرا همین گونه بیان میکنه صحبت های عمران خان را ببینین حالا صحبت های خانم مزاری وزیر کابینه عمران خان را ببینین که اینها چی میگن مثلا سفیر آمریکا را یک شخص کوچک و کودن میدونه و حتی برش میگه که تو آگاهی نداری از آنچه در افغانستان جریان داره ما قبلا خدمت شما عرض کردم این مسائل با لاین استراتژی که امریکا داره فرق میکنه بسیاری وقت این بگوها در مطبوعات در رسانه ها وقتا در رسانه های مجازی وقوع میپنه لیکن این به معنی از این نیست که مناسبات استراتژی که امریکا با پاکستانی ها خراب شده باشه و چون امریکا مجبور است و یا می خواهیم اینطور که در قضایای منطقه نظر پاکستان یا همکاری پاکستان با خود داشته باشه روابطی که بین پاکستان و امریکا وجود داره از سطح وزرا و عمران خان و از یا بلند است من فکر میکنم در پاکستان هم گپ آخره که میزنه عمران خان نیست گپ آخره اون استبلشمنت نظامی پاکستان میزنه نه عمران خان و شما دیدین که حکومت های ملکی در پاکستان مثل چپراسی وری است نواز شریف هم پس کردن پرویز مشرف هم پس کردن و بنظیر بوتو هم پس کردن چند دفعه شما دیدین اینا مثل عزیز که اما بسیار پوزیشن های عادی است زیر نظر استخبارات و نظامی های پاکستان این بحث جداست که نظامی های پاکستان چقدر با استراتژی امریکا در منطقه نزدیک هستند و با اونا اعتماد کافی داره. حتی با برطانی را گفته میتونم لوی درستیز پاکستان، وزیر دفاع پاکستان، رئیس استخبارات پاکستان تا که اپرویول امریکا را نداشته باشه مقرر نمیشه. پس مانی ایجاد کرده نمیتونن اینها دیگه وقت وضعیت این گونه باشه؟ حکومت ملکی در پاکستان کسی نیست که گپ آخره بزنه حکومت نظامی چی؟ واقعا منافع اون حال ایجاب میکنه که طالبان صلح بکنن با حکومت مهدت میدن؟ حکومت نظامی مستبلشمنت نظامی یا استخبارات یا آیسای پاکستان کسی است که اینا در پالید در عقب تمام تحولات پاکستان استراتژی میسازن برای حکومت ملکی پاکستان و هرگاه حکومت ملکی پاکستان
از اوامر از اینا یا از طرح از اینا کنار بره و یا او را تعقیب نکنه، بسیار باسادی اونا را کنار بذارن. به این ترتیب است که من براتان عرض کردم که استراتژی که پاکستانی ها که با اون عمق استراتژی پاکستان بگیم طرح کردن در طی سالهای گذشته، او به جای خود باقی است. او رقابت های منطقوی پاکستان است با هندوستان، حضور هندوستان است در افغانستان، منابعی که در آسیای بیاره در افغانستان است، رسیدن پاکستانی ها به این منابع است و همچنین در هر نوع حکومت افغانستان حضور حکومت نظامی پاکستان یا اثرات از این باید محسوس شود، بر نظر از اونا باید موجود باشد. سپاسگزارم. آقای محمدی، خب بحث حکومت موقت را تنها عمران خان نگفته. وقتی در این روزها هر جای بحث سیاسی میشه، یک بحث همی بحث حکومت موقت است. آقای اطمر به همین مسئله تاکید میکنه، آقای عبدالله به همین مسئله تاکید میکنه، رئیس جمهور پیشین آمد کرزی و همه به یک نحو یاد میکنن از حکومت موقت. فکر میکنین چقدر گزینه مناسب است در صورتی که اگر طالبان موافقه بکنه که با حکومت به روند مذاکره حاضر میشه؟ فشرده بفرمایید. من فکر میکنم حالا گذشته از اینکه حکومت موقت یا اینکه ادامه وضعیت فعلی در ما بیایم در حکم نوشدارو قلمداد بکنیم برای وضعیت موجود در داخل افغانستان، من فکر میکنم یک اصل را باید بپذیریم. اگر قرار بر ایست که یک نوع تفاهم و یک نوع به اصطلاح اجماع در داخل این کشور به وجود بیاید، باید حول محور پدیده‌ای به نام دولت شکل بگیره، نه لزوما حکومت. حکومت یک پدیده متغیر هست و ما زمان میتانیم که به یک اجماع ملی در داخل این کشور دست پیدا بکنیم که پدیده به نام دولت را به رسمیت بشناسیم. چارچوب کلان زمانی که وجود داشته باشه، بعد بحث تفاهم هست و هر آن چیزی که بازده اینمی تفاهم و مذاکرات ایرر که مذاکرات بین الافغانی بود، من فکر میکنم که شاید بالاخره بتانه که تامین کنه، یعنی گزینه مناسب نیست. حالا تا چند روز دیگه قرار است باز نشست دایر شود میان طالبان و سیاسیون افغان در دوحه. فکر نمیکنن اون زمان باز همین سیاسیون جای حکومت وحدت ملی را پر میکنه و شاید اونها حکومت موقت را اعلان بکنن؟ من زیاد در جریان نیستم و فکرم نمی کنم که حالا یا بیاین حکومت موقت را اعلان بکنن بدون از اینکه حکومت افغانستان در او دخیل باشه. خیلی سپاسگزارم. آقای اطمر، شما خیلی فشرده بگوین حکومت وحدت ملی حالا باید چی بکنه در این وضعیت؟ ببینین، اول خود طالبان حکومت موقت نخواستن تا دوزه. این فشار داخلی در داخل خود کشور است که برازی که از نظر به قانون اساسی وقتی حکومت وحدت ملی به تاریخ اول جوزا ختم بشه و دولت مکلفیت داشت که باید انتخابات پیش از رسیدن 6 ماه پیش از رسیدن به این وعود باید انتخابات برگزار بکند و رئیس جمهور تعیین میشد که حکومت کار خارجی خود تکمیل نکرده. ایدالی مخالفین حکومت از این نقطه ضعف دولت استفاده میکنه، خواهان حکومت موقت است و دولت هم اینالی در دراها قرار داره که چی کنه. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.